بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما بینندگان عزیز هستم با برنامه امروز در رابطه با آفات علم صحبت میکنیم. ما در جلسات گذشته صحبت از این کردیم که علم یکی از اون مسائلی است که انسان رو به سعادت میرسونه، سعادت دنیا و آخرت رو شامل حال انسان میکنه. امروز برای اینکه هر موضوعی و هر مطلبی یک سری آفاتی داره و ما باید اون آفاتش رو بشناسیم و از اونها پرهیز بکنیم تا اینکه اون علم ما و دانش ما به وسیله اون آفات باطل نشه، از بین نره، به بررسی آفات علم میپردازیم تا اینکه از این آفات دوری بکنیم و اون علم و دانشی رو که داریم باعث سعادت دنیا و آخرت ما بشه. یکی از نخستین آفات علم و دانش ریا و سمعه هست. در زبان عربی دو تا کلمه ریا و سمعه استفاده می شود. ریا از رعا هست، یعنی دیدن، یعنی فرد کاری رو انجام می دهد تا اینکه مردم کارش رو ببینند و مردم ازش تعریف و تمجید بکنند. و سمعه هم به معنی از سمعه گرفته شده، به این معنی که یک فرد کاری رو انجام می دهد تا مردم کارش را بشنوند، کارش به گوش مردم برسد و باز هم مردم تعریف و تمجید بکنند. یکی از اون مسائلی که باعث آفت علم هست، علم انسان دوچار مشکل میکنه، همین مسئله این هست که انسان علم و تحصیل و درس و دانش و سخنرانی و کلاس و درس و برنامه تلویزیونی و اینها رو برای این انجام میدهد تا مردم او را تعریف و تمجید بکنند، تا مردم بگن فلانی چقدر عالم هست، چقدر شخصیت بزرگواری است. این از آفات علم هست که نمیگذارد که انسان به سعادت برسد و چنین علمی برای انسان سود و فایده ای ندارد. قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما صدقه هایتون رو با منت گذاشتن و اذیت و آزار کسی که بهش صدقه میدید باطل نکنید. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، مانند اون کسی که مال خودش رو به خاطر ریا، به خاطر شهرت، به خاطر دیدن مردم انفاق می کند. یعنی چنین شخصی هم عملش باطل می شود، انفاقش بی ارزش می شود. این آیه اشاره به این دارد که هر عملی و هر کاری که به خاطر مردم انجام بگیرد، به خاطر اسم و رسم و شهرت انجام بگیرد، باطل می شود و نزد پروردگار ارزشی ندارد. علم و دانش هم همین گونه هست. همونطوری که انفاق و صدقه در این آیه قرآن کریم اشاره شده، بلکه تصریح شده که اگر به خاطر ریا و شهرت باشد اجر و پاداشی ندارد و باطل می گردد، اون علم و دانشی هم که به خاطر ریا و شهرت باشد ارزش ندارد و باطل می شود. در آیه دیگر الله متعال می فرماید ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. قرآن میگه منافقین به ظن خودشون و به گمان خودشون الله متعال رو فریب میدند و هو خادعهم، در حالی که این الله متعال هست که اونها رو فریب میدهد. چرا؟ برای اینکه خدا که فریب نمیخورد. اونها فکر میکنن دارن فریب میدن، ولی در واقع خودشون هم که دارن فریب میخورن و به ظن و گمان خودشون احساس میکنن که الله متعال رو فریب میدن. این یکی از صفات منافقین. بعدش الله متعال میفرماید و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، هنگامی که برای نماز بلند میشوند و میخواهند نماز بخونند سست و
تنبل بلند میشن. یراؤن الناس، نمازشون به خاطر ریا است، منافقین. پس ریا در این آیه قرآن کریم به عنوان یکی از صفات منافقین ذکر شده. و اون علمی که برای ریا باشد، نمازی که برای ریا باشد، روزه‌ای که برای ریا باشد، صدقه و انفاقی که برای ریا باشد، ریا یکی از صفات منافقین هست و انسان مؤمن از ریا پرهیز می کند. پس علم و دانش هم باید درش للهیت و خلوص وجود داشته باشد و اگر برای ریا و شهرت و اسم و رسم باشد، نزد پروردگار ارزشی ندارد. در ادامه آیه الله متعال درباره صفات منافقین می‌فرماید ولا یذکرون الله الا قلیلا، اینها خدا رو، الله متعال رو، بسیار اندک یاد می‌کنند، الله متعال رو به صورت کامل یاد نمی‌کنند. پس ریا آفت اعمال هست، ریا آفت علم و دانش هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری فرمودند ان اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر. پیامبر فرمودند بیشترین ترسی را که من بر امتم دارم شرک اصغر هست. صحابه عرض کردند و ما الشرك الاصغر یا رسول الله؟ صحابه عرض کردند این شرک اصغر ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چیست؟ پیامبر فرمود الریا، ریا شرک اصغر هست. اینی که انسان در کنار الله متعال معبود دیگری رو عبادت بکند، در کنار الله متعال کسی دیگر رو صدا بزند، در کنار الله متعال بر کسی دیگر توکل بکند، این شرک اکبر هست، باعث خروج انسان از ملت و دین و اسلام می شود. و ریا اینی که انسان عملی از اعمال خودش رو برای دیدن مردم و برای اسم و رسم و شهرت انجام بدهد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این شرک اصغر هست، شرک کوچک هست. گرچه باعث خروج انسان از اسلام و دین نمیشه، ولی باعث ابطال اعمال میشود. بعدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال روز قیامت وقتی که انسانها رو میخواد برای اعمالشون پاداش بده، به این ریاکارا میگه که اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، برید نزد کسانی که در دنیا به دنبال این بودید که اعمالتون رو ببینند، به خاطر اونها کارها رو انجام میدادید، به خاطر اون کس، نزد اون افراد برید که در دنیا ریا میکردید و برای اونها انجام میدادید. و هل تجدون عندهم من جزاء، آیا برید نگاه بکنید ببینید آیا پاداشی در نزد اونها میابید؟ نه، چه پاداشی؟ روز قیامت نفسی نفسی هست، همه انسانها گرفتار خودشون هستند، کسی نمیتواند برای کسی کاری انجام بدهد. در نتیجه ریا شرک اصغر هست که باعث ابطال اعمال میشود و روز قیامت خداوند به ریاکاران میگوید که نزد کسانی بروید که برای اونها این کارها رو انجام دادید. در حدیث قدسی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که الله متعال فرمود که انا اغنى شرکای عن الشرك، من بی نیاز ترین شرکا از شرک هستم. من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه، کسی که عملی رو انجام بدهد و در کنار من کسی دیگر را با من شریک قرار بدهد، ترکته و شرکه، من او و شرکش را با خودش رها می کنم. نماز باید به خاطر خدا باشد، علم و دانش باید به خاطر خدا باشد. حالا من میگم من علم و دانش میخونم، من سخنرانی میکنم، من درس میگم تا هم خدا راضی بشه و هم مردم برای من به به و چه چه بگن و مردم از من خوشحال بشن. الله متعال میفرماید که ترکته و شرکه، من این شخص رو و شرکش رو رها میکنم، با شرکش رها میکنم، یعنی هیچ پاداشی نزد من الله متعال ندارد. پس آفت علم ریا هست و انسان مؤمن و مسلمان باید از این پرهیز بکند. و ما در احادیث گذشته هم ذکر کردیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسی که علمی بخواند تا اینکه با علما بحث و جدال بکند و به انسانهای نادان و توده‌های مردم افتخار بکند، این در واقع نزد الله متعال پاداشی نه تنها اینکه ندارد. الله متعال پیامبر می‌فرماید ادخله الله النار، الله متعال ایشون وارد آتش جهنم می‌کند. پس علم و دانشی که برای الله متعال نباشد،
اخلاص و للهیت درش نباشد، نه تنها این که باعث سعادت انسان نمی شود، بلکه باعث شقاوت و بدبختی انسان می شود. این است که باید خیلی دقت بکنیم اون جایی که در حلقات درس می شینیم، اون جایی که پای تلویزیون می شینیم برنامه رو گوش می کنیم، اون جایی که سخنرانی می کنیم و درس می گیم، اون جایی که علم و دانش فرا می گیریم، همیشه توجهمون به سوی الله متعال باشد، به سوی این باشد که من این کارها رو برای رضایت و خوشنودی الله متعال انجام می دهم، نه برای دیدن مردم. شیطان از چپ و راست، شیطان و نفس وسواس میکنند که حالا ببین مردم دارن تو رو نگاه میکنند که تو خوب صحبت میکنی، مردم دارن به تو نگاه میکنند که به تو بهبه و چهچه بگن، و شیطان میخواد نیت انسان رو منصرف بکنه. انسان باید لحظه به لحظه در فکر نیتش باشه، بگه نه، من این کار رو برای الله متعال انجام میدم. من علمی که خوندم، دانشی که خوندم، درسی که میگم، نمازی که میخونم، در حلقات درسی که شرکت میکنم، پای تلویزیون که نشستم، همه اینها رو برای الله متعال انجام میدم و باید دقت زیادی بکنه. پس از این آفت علم و دانش که همانا ریا باشد، مؤمن باید فاصله بگیرد. و دومین آفتی که علم و دانش دارد، معاصی و گناه ها هست. گناهان باعث میشود که خیر و برکت علم و دانش انسان از بین برود، و چه بسا انسان علم و دانش رو فراموش بکند. معصیت و گناه باعث این می شود. یکی از بزرگواران عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می گوید که من فکر می کنم که افرادی که علم و دانششون رو فراموش می کنند به سبب گناهی است که مرتکب میشن، گناهی است که انجام میدن. یعنی وقتی انسان مرتکب گناه و معصیت میشه، علم و دانشش فراموش میشود. این است که هر انسان مؤمنی باید از گناه و معصیت و نافرمانی پروردگار پرهیز بکند. اما وقتی نوبت به علما میرسد، به طلاب علم میرسد، به دعوتگران میرسد، باید تلاش بیشتری بکنند، برای اینکه اینها اسوه هستند برای مردم، الگو هستند برای مردم از یک طرف، و از طرف دیگر گناه و معصیتشون باعث میشود که برکت دعوت، برکت علم و دانش از بین برود، و چه بسا علم و دانش رو فراموش بکند. میگویند شخصی به یکی از برادران مسلمانش نصیحتی اینگونه نوشت، گفت که انک اوتیت علما، شما رو الله متعال علم و دانش عنایت کرده، فلا تطف نور العلم بظلمات المعاصی، نور علم و دانش رو با تاریکی های گناه و معصیت خاموشش نکن، فتبقى في ظلمة يوم يسعى اهل العلم بنور علمهم، اگر با معصیت نور علم و دانش رو خاموش کردی، در روزی که، یعنی در روز قیامت که مردم در سایه علم و عمل و ایمانشون دارند حرکت میکنن، شما در تاریکی باقی میمونید. مردم در سایه نور علم، نور ایمان، نور تقوا و عمل صالح به سوی بهشت میروند، اما شما این کار نکنید که با معصیت باعث بشید که در اون روز علم و دانشی نباشد. امام شافعی رحمه الله شعری دارد که میگوید شکوت الى وکی این سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی، میگه من نزد استادم وکی از اینکه حافظه خوبی ندارم و برخی از مسائل رو فراموش میکنم شکایت کردم، گله کردم نزد ایشون که من با این مشکل مواجه هستم. ای وکی، میگه فارشدنی الى ترک المعاصی. وکی رحمه الله به امام شافعی توصیه کرد که معاصی رو ترک کن، گناهان رو ترک بکن، نگاه بکن شاید جایی معصیتی وجود دارد، و شما اگر این معصیت ها رو ترک بکنید، علم شما کامل تر می شود و فراموش نمی کنید. بعدش میگه گفت و اخبرنی به ان العلم نورون، و کی به من خبر داد، گفت علم نور الهی است، و نور الله لا یهدا لعاصی، و نور الهی به انسان های معصیت کار داده نمی شود. انسانهایی که معصیت میکنند، انسانهایی که گناه میکنند، علم و دانش، از علم و دانش بی بهره میمونند، بهرهشون از علم و دانش اندک میشود. پس یکی دیگر از آفاتی که میتواند علم و دانش رو ضربه بزند، آسیب بزند،
بی نتیجه، بی ثمر و بی خیر و برکت بکند، مسئله مرتکب شدن گناه و معصیت هست. و کسانی که طلاب علم هستند، دعوتگر هستند، باید تلاش بیشتری بکنند تا به قرآن به قرآن خدا، به سنت پیامبر ملتزم باشند. و به ویژه اگر انسان نتواند به برخی از آداب و فضایل هم عمل بکند، اما دیگه از معصیت ها دور باشد. گرچه یک مؤمن، یک دعوتگر، یک عالم شایسته این هست که عامل به فضایل باشد، عامل به آداب اسلامی باشد، اما اگر اینو نتونست، حداقلش اینه که دیگه مرتکب گناه و معصیت نشه. مسئله دیگری که آفت علم و دانش هست، تکبر هست، عجب هست، خودپسندی هست. چهار تا کتاب میخونه، چهار تا مطلب میخونه، علمی فرا میگیرد، دانشی فرا میگیرد، با مطالعه، با حضور در کلاس علما و اندیشمندان و اساتید دچار عجب و غرور و خودپسندی میشود. این دانش رو نابود میکند، اجر و پاداش دانش رو از بین میبرد. شیطان از جنات هست که هم علم و دانش بسیار بالایی داشت و هم بسیار عابد و زاهد بود، به گونه ای که حشر و نشر و نشست و برخاستش با فرشتگان بود. اما چه چیزی باعث شد که شیطان از درگاه پروردگار رانده بشه؟ عجب، غرور، تکبر، خودپسندی، این صفت بسیار زشت و بدی که در واقع در شیطان وجود دارد. و هنگامی که پروردگار وحی کرد که به فرشتگان که شما برای آدم سجده کنید، سجده تعظیم و احترام به جا بیارید، نه سجده عبادت، شیطان تکبر ورزید و اینگونه از درگاه الهی و از رحمتهای الهی بدور شد. قرآن کریم می فرماید و اذ قلنا للملائکه تسجدو لآدم فسجدو الا ابلیس ابا و استکبره. هنگامی که ما دستور دادیم به فرشتگان که برای آدم سجده بکنند، همهشون سجده کردن مگر ابلیس، مگر شیطان، ابا و استکبر، انکار کرد، تکبر ورزید، غرور کرد و کان من الکافرین، و ایشون اینگونه جزو کافران گردید. پس تکبر عزازیل را خار کرد، شیطان را خار کرد، ذلیل کرد. پس علم و دانشی که درش تکبر باشد، انسان را خار و ذلیل می کند. در آیه دیگر الله متعال می فرماید سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. من از آیات خودم کسانی را که در روی زمین بناحق تکبر میکنن، آیات رو از اونها دور میدارم و اونها در واقع نمیتوانند از آیات الهی استفاده بکنند. احادیث در این زمینه زیاد هستند و یکی از موارد دیگری که در واقع باعث آفت علم و دانش هست، حسادت هست، حسادت به دیگران. ما باید همیشه خودمون رو مقایسه بکنیم. اگر کسی اومد در کنارمون، دعوت رو بهتر از ما انجام داد، تبلیغ رو بهتر از ما انجام داد، باید تشویقش بکنیم. اما اگر کسی اومد انجام داد و ما بهش حسادت و ما خوشمون نیومد، یعنی ما حسود هستیم و پیشرفت نمی‌کنیم. امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق عمل عنایت بکند تا اینکه از این آفات علم و دانش پرهیز بکنیم و علم و دانش ما بتونه ما رو به سعادت در دنیا و آخرت برسونه. از اینکه ما را همراهی کردید تشکر می کنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.